خیلی خوش آمدید. خیلی متشکر و ممنونم. خیلی خوش آمدید. با نام و یاد پروردگار سلام. شما بیننده برنامه کودک شو هستید از شبکه نسیم. همراه من باشید. پژمان واضحی. خیلی ممنون. نماز روزاتون قبول باشه و یه برنامه کودکشوی دیگر داریم تماشا میکنیم. خدمت شما هستیم. یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم که اجبار کردن به بچه ها ممنوعه. مثلا میرید شما پارک، یه اتفاقی میفته بین دو تا بچه دارن با هم دیگه بازی میکنن، یکی خاک میپاشه تو صورت یکی دیگه و پدر و مادر میان میبینن که چی شده و چی نشده و کی پاشید و بچه ها معمولا تو اون شرایط گریه میکنن. هر کدومشون هم حق رو به خودشون میدن و میگن که نه اون این کارو کرد بعد من این کارو کردم، یا برعکسش میگه اون این کارو کرد من این کارو کردم. بعد به زور میخواهید بگید به بچه‌ها از هم دیگه عذرخواهی کنن. این کار خوبی نیست. سعی کنید که بذارید بچه‌ها مسئله خودشون رو خودشون حل کنن، شما دخالت نکنید. اونا بلدن از پس هم دیگه بر بیان. اگر دخالت پدر و مادر باشه و اجباری در کار باشه، بچه‌ها سعی میکنن با شما لجبازی بکنن و متوجه نقطه ضعف‌های شما میشن، سعی میکنن که اون نقطه ضعف‌ها رو بیشتر فشار بدن و هر کاری که میخوان پیش ببرن از طریق لجبازی انجام بدن. پس سعی کنید که به بچه‌ها حتی در غذا خوردن، در بازی کردن، در سلام گفتن بهشون اجبار نکنید، فقط بهشون یاد بدید. یعنی یاد بدید که بزرگتر اگر اومد باید بهش سلام بگن، اگر قراری که غذا بخورن در یک زمان مشخص بخورن. اینا وظایف پدر و مادره. بریم برنامه رو شروع کنیم. یادش بخیر، ما ده شصتی ها با این توپ کسی خاطرهای نداشتیم. وای خرگوشی من، دلم برای تنگ شده بود. بچه این خرگوشی منه. بچه بودم باهاش صحبت میکردم، وقتی دلم تنگ شد حرفامو بهش میگفتم، درد دل میکردم. یه روز ما که از مدرسه برگشتیم، بعد با این توپ رفتیم فوتبال بازی کردیم، این توپ هم برای منه. بعد من توپ اومد سمت من این توپو برداشتم شوتیدم رفت خونه همسایه. چادر مادرمون رو برمی‌داشتیم می‌بردیم گوشه، واسه خودمون یه خونه درست می‌کردیم، با هم دیگه بازی می‌کردیم. بعد یه دفعه دیدم یه صدای جیغ و داد و اینا، بعد من گفتم خدا چی شده. بعد دیدم در باز شد، دیدم آقای همسایه‌مون یه توپ اومده دستش و توپ هم کلا قرمز شده. ولی متاسفانه اون خونه ویلایی ما تبدیل شده به یه برد. ما تو اون خونه خیلی آزاد بودیم، مادرمون با ما اجبار نمیکرد حتما این کارو کنی این کارو کنی. گفتش که این توپو کی شوتیده. بعد دیدم دوستای من همه پا گذاشتن به فرار. بعد منم گفتم خب آقا کار من بوده، چیزی شده؟ بعد گفتش که یه لحظه دستمو گرفت گفت بیا داخل خونه بیا کارت دارم. بعد رفتم خونه دیدم وای چی شده. بعد این توپه افتاده دقیقاً وسط ظرف رو، اینا که داشتن رو درست میکردن بعد افتاده داخل رو. دخترم اجبار نمیکنم که واسه غذا خوردن میذارم، هر موقع خودش میل داشت بیاد غذاشو بخوره. گفتم که آقا ببخشید من نمیدونستم اینجوری شده، ولی خب حالا کاری که شده من از شما معذرت خواهی میکنم. بعد گفتش که گفتم باز اگه چیزی از دست من میاد، کاری چیزی از دست من برمیاد انجام بدم. گفت بله این شلنگو بگیر، این حیاتو باید بشوری جبران کارت. ما خیلی دوست داشتیم بیایم کودکشو، بعد 10 بار تماشا چی تونستیم بیایم شرکت کنیم. مهمانان امشب ما از استان البرز و شهر کرج تشریف آوردن. 14 ساله زندگی مشترک دارن، یک زوج پرسابقه هستن. دعوت میکنم از خانواده سلمانی. خیلی خوش آمدید. من همچنان مجبورم با شما دست بدم و خوش آمد نگم. البته که بدون دست نمیشه خوش آمد بود چون سرما خوردم. شما بچه دارید دلم نمیخواد سرما بخورید. دوربین شما، خودتون کامل معرفی بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت شما، حضار گرامی، همه کودکشویای عزیز. بله، خودتون معرفی نکردید. سایلا. بله، اجازه بده خودتون معرفی کنم. سایلا عباسی هستم. بسیار عالی. و آقای سلمانی. سلام عرض ادب خدمت شما آقای بازقی، تمام حضار محترم که از راه دور و نزدیک تشریف آوردن و تمام کودکشویای عزیز در منزل. خیلی ممنون. بسیار عالی. خیلی ممنون. چی شد اومدید تو برنامه ما علارغم داشتن 14 سال سابقه زندگی مشترک؟ معمولا برنامه ما برای زوجهای جذابه که اصولا زیر 10 سال ازدواج کردن، بچه 4-5 ساله دارن. شما که ماشاءالله یه بچه 12 ساله دارید
و میخوام ببینم این سر ذوق اومدنتون چی بود که اومدید ثبت نام کردید و خیلی دوست داشتیم بیاییم، برنامه شما رو دنبال میکردیم. یسنا هم خیلی دوست داشت. خب چه چیزایی تو برنامه ما هست که شما رو جذب میکنه به عنوان پدر و مادری که 14 سال زندگی مشترک دارن؟ هم که هم دیگر خانواده رو نزدیک هم میکنن. خب بعد بچه، خود بچه میبینه رویش مثلا شاده، مثلا برنامه داره میبینه لذت میبره، ما هم با لذتون بالاخره ما هم خوش میشیم. اصلا شده که مثلا شما رو وادار به فکر کردن بکنه سوالایی که ما میپرسیم از پدر و مادر، از رابطه خودشون، از بچه ها، و اینکه فکر کردید که مثلا 14 15 سال پیش یادش بخیر مثلا شب عروسی چه اتفاقی افتاد، اینا برای شما یادآوری میشه؟ توی این مدت هم خیلی اتفاقا همین سوالایی که پرسیده با هم مرور کردیم، مثلا از قدیم یا از بچگی. مثلا من الان بپرسم مثلا رنگ پیرهنت شب عروسی چه رنگی بود یادته؟ بله چه رنگی؟ سفید دیگه. آره دیگه همین. منم یادمه. خب گفتید که یه عالمه فامیل از راه دور و نزدیک اومدن. بله. چند نفر؟ حدود 15 نفر. 15 نفر. بیستید لطفاً. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. یه چند تایی هم توشون مجرد هست. بله. بعد یه آستینی براشون بالا بزنید. درسته. بفرمایید بشید، خواهش می‌کنم. خودت خیلی جوان بودی ازدواج کردی. بله. درسته؟ بله. و از کجا به این نتیجه رسیدی که در جوانی باید ازدواج بکنی، صاحب خانواده بشی و صاحب فرزند بشی؟ آقای بازار، به نظر من هر چی زودتر آدم ازدواج بکنه، دلیلشو بگو، این فقط شعار نش. نه، خود من اعتقاد دارم که زودتر ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، به نظر من بهتره. چرا؟ چرا که مثلا خب الان تشکیل خانواده میده، بعد مثلا زودتر بچه دار که میشه، مثلا اختلاف سنی پدر یا مثلا با بچه خیلی کم آدم ارتباط دوستانه داره. یعنی شما فکر میکنید الان با پسرتون که چند سال اختلاف سنی داریم؟ من دانیال 12، من 33، حدود اولش 20 سال 19 سال 21 سال. منم با پدرم 24 سال اختلاف سنی داشتم و برادر بزرگترم 22 سال. فکر میکنم که حرف شما درسته، چون خودم تجربهشو در زندگی داشتم. آدم با پدرش رفیق‌تر میشه، با مادرش دوست‌تر میشه. بله. و بیشتر میتونه در طول زمان از همدیگه لذت ببره. بله. و اینکه آدم فکر می‌کنه مثلا سالیان سال میتونه کنار پدر و مادرش باشه. حالا اونایی که یه ذره در سن بالاتر ازدواج میکنن و بچه دار میشن، همیشه این دغدغه رو دارن که من به عنوان پدر دارم، که اگر خدای نکره یه اتفاق برای آدم بیفته، اون سرنوشت بچه‌ها چه خواهد بود؟ پس شما احساس کردید که یعنی تجربه شخصی شما هر دو نفر اینه که اگر زودتر ازدواج بکنید میتونید که به اون اهدافی که دارید برسید. درسته؟ و چی شد که با هم ازدواج کردید؟ نسبت فامیلی دور داریم با ایشون. خب ایشون دختر عمه مادرم میشن، دختر خاله پدرم میشن. خب خیلی هم دور نیست دیگه. نه، به من دور میشه ولی به مادرم نزدیک. آره، نسبتشون نزدیک. بعد مادرم دیده بود و خوشش اومد و منم بالاخره اطاعت. حالا مادر اینجا تشریف دارن؟ بله هستن، تشریف. بله، به افتخارشون دست بزنید. بیستید لطفاً. خیلی خوش آمدید. بزنید میکروفون رو بالاتر بگید، خودتون معرفی کنید. سلام. سلام باشید. موفق باشید ان شاء الله. من مادر آقا داوود، خانم جباری هستم. بسیار. خانم جباری چند تا فرزند دارید؟ من سه تا. سه تا. بله. آقا داوود چند میشه؟ اولیشه. بله. بعد بقیه پسر دختر؟ یه پسر یه دختر. خب اینجا تشریف دارن؟ بله. برادر خواهر اینجا تشریف دارن؟ بله. بیستن لطفا برادر خواهر آقا داوود. بله، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید بشینید، ما با مادر گفتگوی داشته باشیم. چی شد آقا داوود، چی گفت به شما میخواست ازدواج کنه و شما چه ویژگی در همسرشون دیدید؟ آقا داوود ماشاءالله بچه خیلی پرشور و حال، خیلی پسر با ادب و فعال. و فعال داوود از 15 سالگی 16 سالگی یه وقت صحبتی میشد، ما میگفتیم شما بچه ای. بعد کارتونی یا یه بازیایی میکرد که میگفتیم تو بزرگی. آها. بین این دوتا گفت من نفهمیدم بچه‌م یا بزرگم. الان چی؟ الان بزرگ شده؟ الان بزرگ شده. بله. چند تا نوه دارید شما؟ بله. چند تا نوه دارید؟ من 4 تا. 4 تا. پنجمی ام ان شاء الله. ان شاء الله تو راهه. خب از طرف پسر یا دختر؟ دختر. دختری، بسیار عالی. خیلی ممنون تشریف آوردید. بفرمایید بشینید. خواهش می‌کنم. موفق. خیلی ممنون. خب اون دو تا جوونا چه نسبتی دارن با شما؟ بچه‌ها میکروفون رو بگیرید از خانم جباری.
کدومتون مجردین؟ هممون. باشه بریسید حالا. خب نسبتتون چیه با آقا داوود؟ من پسر عموشم. خب اینا از اقوام میشن، رفیقامون از اقوام. چند سالته؟ من 21. 21 سالش بود. چند تا بچه داشتی؟ یه دونه بچه داشتی؟ دانیال. چرا ازدواج نکردی؟ یه فعلا در حال تحصیل هستیم. تحصیل چه رشته ای؟ نقشه کشی. نقشه کشی میخونی. از جوانای دیگه بپرسیم خوششون رو معرفی کنن. به نام خدا میلاد. حالا این بچه داری گریه میکنی بلدی ساکتش کنی؟ یک کدومتون ببینم بلدی ساکتش کنی؟ باباش نه. یک کدومتون بگیری ساکتش کنی؟ اگه ساکتش کردی من دیوار جواز خواهش میکنم یه دونه جایزه به شما بدم. آه هر بیه که زدیم دیگه باید انجام بدی. خب از بین اعضای حالا باشه بعدش آخرش انجام میدی. شما چند سالته خودتو معرفی کن؟ من 20 سالمه. میلاد. میلاد. بله. چه نسبتی داری با آقا داوود؟ رفیقش هست. رفیقش. بله. بعد ازدواج که نکردی؟ نه. چرا؟ در حال تحصیل هستیم. همه تون همین بهانه رو دارید. بله. همین بهانه رو که در حال تحصیل هست. کارم میکنی؟ نه. آه. تفاوتش در همینه. بله. آقا داوود از 15 سالگی 16 سالگی کار کرد. بله. درست میگم؟ درست. یعنی یک هدفی تو ذهنش بوده. بله. که میخواسته تشکیل زندگی بده. در واقع همسر آیندهش هم تو ذهنش انتخاب کرده. درست میگم؟ و سعی کرده که به اون هدف برسونه. شما؟ منم رفیقش میشم یه. اسمتون چیه؟ منم میلادم. تو هم میلادی. چند سالته؟ من 20. 20. ادامه میدیم ما. تو هم ادامه میدی. شما خودتو معرفی کنی. به نام خدا محمد صمدی هستم. چند ساله از تهران؟ 20 ساله از کرج. 20 ساله از کرج. ازدواج کردی؟ نه فعلا. چرا عزیزم؟ تو هم ادامه میدی میدونم. اونو دلیل واقعی بیا. ادامه تحصیل و الان چه رشته میخونی؟ نقشه‌کشی صنعتی. همتون هم یه جا رفتین دانشگاه نه؟ بله. همتون تصمیم گرفتین زن نگیرین؟ نخیر. همه هم یه بهانه دست جمعی دارید. خب بله. شما تشریف بیارید اینجا ما جایزه رو ببینیم چه جایزه برنده میشه. با همون بچه بیا. خیلی ممنون بچه‌ها. مرسی که جواب منو دادید. بیستید اون میکروفون هم به من بدید. برو بایست وسط. بیا میکروفون من بدید. بیا پایین من بدید. خب اسم کوچولو چیه؟ بیا اینجا پیش من بست. اسم کوچولو چیه؟ آقا امیر مهدی. امیر مهدی. نسبتش با شما میشه؟ پسر پسرم. پسر پسر. خب آقا مهدی حالت خوبه؟ یه سلام بگو. نماز قلم میخوره بیشتر. آره. خیلی ما قول دادیم گفتی اگه بچه رو ساکت کنی باید یه جایزه بهش بدیم. حالا شاید یه میلیون تومن از حقوق من کم میشه. از بین عدد 1 تا 7 با اجازه شما عدد 7. عدد 7. چرا عدد 7؟ عدد شانس. عدد شانس. امیر مهدی فکر کنم خود صحبت کنه. چیزی میخوای بگی؟ چیزی میخوای بگی؟ نه چیزی نه. آماده ای؟ میشوریم. رفت روی میلیون تومن. ۳۰۰۰۰ تومن برنده شد. مبارک باشه. خیلی ممنون. بفرمایید. حالا با این ۳۰۰۰۰ تومن میخواید چیکار کنین؟ بله آقا محمد مهدی کادی، امیر مهدی کادی خوب. بسیار عالی. آفرین به شما. براشون دست بزنید تا بشینه. خب یه ذره سر به سر خانواده شما گذاشتیم. هم علتشون این بود که میخوان درس بخونن و ازدواج نمیکنن. احتمالاً از فردا برن همهشون پیگیر بشن به امید خدا. خب حالا از آشنای خودتون یه قصه برای ما تعریف بکنید تا بریم بقیه برنامه. بله ایشون عروسی خواهرشون بود، ما رفته بودیم تالار عروسی خواهرشون. بعد مادرم دنبال من میگشتی که به اصطلاح منو ببینه، حالا یه چیز بگه. بعد گوشی من تماس میگرفته، دسترس نبوده. بعد منم میخواستم برم آلا سرویس بهداشتی، یه طبقه پایین‌تر بود. بعد من رفتم آسانسور گیر کرد. نه بابا والا متاسفم. حالا من چند طبقه بود؟ کلا یه طبقه پایین بود. یه طبقه می‌رفتید حالا دی تنبل اون اومد یار بازاری. بعد رفتیم آسانسور گیر کرد اینا. بعد من هی درو بکوب داد بزن که آقا مثلا خراب شده بیاد باز کن، اصلا هیچ کس. بعد از حالا چند دقیقه مثلا که گذشت یکی از پرسنل مثل که شنیدوت گفت کس اونجاست؟ گفتم بله من گیر کردم، بی زحمت درو باز کنید. اومدم مثل اینکه با کلید و اینا هم نترسه بودم باز کنم. زنگ زدم آتش نشانی. بعد تماس گرفتم آتش نشانی. نه بابا جدی میگی؟ عروسی پرماجرا. خب
بعد منم خب اون تو بودم، بعد انقدر که موندم اصلا به قولم حالم بد شده بود. میترسی از ارتفاع از فضای بسته میترسی؟ من نمیترسم ولی خب تو اون محیط چون سرصدا هستش گفتم شاید متوجه نشن ما بمونیم اینجا دیگه کلا. بعد یهو تو در میومد اسکلت شده بودی. بعد از اون اومدم درو باز کردم، منم که کلا اصلا حال نداشتم. بعد مادرم مثل اینکه ایشونو دیده بود خوشش اومده بود، به سر دنبال من میگشتی که بگه مثلا آره مثلا خانومو دیدم من خوشم اومده، می‌خواست به من معرفی کنه. بعد من تو اون حال که مثلا حال نداشتم، مادرم اومده هیچ آب میپاشید رو صورتم، یه دو تا این ورانور بالاخره خوابوند بگه که من تو اون حال که من حال نداشتم گفت اون دختره رو می‌بینی من از اون خوشم اومده می‌خوام واسهت بگم. خب چقدر عالی، پس مادر به فکر شما بودن. بله بله. کی به فکر این بچه‌ها باشه؟ نه مادر به فکر شما بودن. شما به فکر بچه ها هستی؟ انشالله مادرشون انشالله. خب بریم عکسشون رو ببینیم. چند سالته اینجا؟ اینجا من 6 ماه مای بازه. 6 ماهته. اینم مطمئنم که این مادر بافته این پولی. اینم کار مادر. درست میگم کاملا. از عکسی هم که گرفتم مادر بردم بالا آتلیه. بله آفرین بهشون. دیگه از این اتفاقا نمیفته. چه با نمک هم بودی یا سلامت؟ آره با نمک بوده نه؟ لبات اینقدر بود چرا الان؟ اینقدر لب داشتی ما کنیم دروغ میگم بذاری؟ الان ماشاءالله چوری بوده که خوب میخنده معلوم خوب میخنده. خب عکس بعدی رو ببینیم. شما الان خوش اخلاق‌تر از اون موقعی الان همش لبخند دارید. خجالتی بودم. چیه؟ خجالتی بودم. خجالتی بودی. چند سالتون اینجا؟ 2-3 سال بود. 2-3 سالتونه و خیلی هم عصبانی و اصلا مشهد بود. بغل بابام. آه بغل پدر. بله مشهد بود. بسیارم عالی. مشهد رفتون بودید؟ بله. و حاصل این 14 سال زندگی مشترک دوتا فرزند دارم. دانیال چند سالشه؟ 12 سالشه. 12 سال. و یسنا؟ یسنا هم 5 سال تموم کرده. اینم یسنا. این عکس رو کجا گرفتید؟ رفته بودیم رستوران فست فود. آه رفته بودیم رستوران گرفتید. ولی تو عکس اول که آقا داوود بود ما یه پولیوری دیدیم که مادر بافته بود، اینجا ندیدیم. نه نمی بافتیم واسه بچه ها؟ نه. چرا بلد نیستیم؟ نه علاقه ندارم. خیلی بامزه است، حتما یه بار امتحانش کنین. حتما از امید خدا بره خانم سلمانی یاد بگیری. دو تا بالا یه دونه پایین، درست میگم خانم ها؟ دو تا رو یه دونه زیر، دو تا رو یه دونه زیر، درست شد؟ درست. بعد خیلی با مزه، ما بچه بودیم مثلا مادرمون شال گردن میباف، یه بخشش هم خودمون میرفتیم کمک میکردیم میزدیم، بعد مامانم میبود همش رو باز میگه میبود همه رو خراب کردی، درشت برد بزنی، ریز برد بزنی. خیلی راه های رعی دادن به خانواده سلمانی نسل روبیکا در تلفن همراهتونه، جستجو کردن کودک شو و رأی دادن با یک کلیک ساده به خانواده سلمانی. دو مهمان ویژه داریم، یه بخشی رو می‌بینیم، دعوت می‌کنیم از دانیال و یسنا. سلام، من برادر یسنا جون هستم، 12 سالمه. من یسنا رابطه‌مون با هم خیلی خوبه. موقعی که یک کلنجاری پیش میاد با هم دعوامون میشه، یسنا خانم برای ما ماهی میشه که با هم دوستشیم و آشتی کنیم از دوباره به بازیمون ادامه بدیم. سلام، من یسنا خانم هستم، 5 سالمه، اومدم کودک شو. یسنا بعد اون آقای که به کمک من احتیاج داره من سعی میکنم بهش کمک کنم، مثلا روی عروسکش در طبقه بالایی وجود داره من میرم اونو به یسنا خانم میدم. آها سر بحثای کارتون با هم دعوا میکنیم. الان بگم من یسنا بعضی اوقات سر کارتون دیدن کلنجار میرم با هم دعوا میشه. مثلا من کارتون پسرانه دوست دارم، خواهرم مثلا کارتون بچگونه و دخترانه دوست داره و منم سعی میکنم که کنار بیام و با خواهرم رایش کنم که کارتون دخترانه رو ببینم.
خانواده سلمانی همراه ما هستند، دو فرزند دارن، دانیال 12 ساله که ماشاءالله برای خودش آقایی شده، همراهی میکنه خواهرش رو که یه ذره خجالتیه، البته پر جنب و جوشه، با پدر زیاد بازی میکنه و به تازگی هم رفته ورزش ژیمناستیک. درسته؟ دعوت کنم از دانیال و یسنای عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش آمدین. خیلی من دست نمیدم بادم، من سرما خوردم تو رو بغل نمیدم. ولی گلدون تو رو من بگم. خیلی یه فامیلاش دیگه دست بزنیم بسو بچه ها. آره نه اومدید شما جایزه بگیر، اومدید تشویق کنید، بفهم بشین. خب میکروفون رو بدید، اول با دانیال صحبت بکنیم بزرگتره. دانیال باز سلام به شما و سلام به قدر گرامی و ممنون از برنامه خوبتون که لبخند رو روی لب بچه ها میذارید و ممنونم. یعنی شما نمیخندی برنامه ما رو میبینید؟ چرا بچه ها میخندن؟ منم بچه هم دیگه. نه شما آقایی، شما بزرگ شدی دیگه. کلاس چندم میمانی؟ من کلاس ششم دبستان. کلاس ششمی و اینکه هم کلاسیت هم برنامه ما رو میبینن؟ بله میبینن. بهشون گفته بودی قرار بیان تو برنامه ما؟ بله گفتم و به من انرژی مثبت میدادن. کاش که میگفتی چند تاشون بیان. حالا روز جمعه که نتونستن چون نه روز جمعه دعوتشون کن. باشه. خوبه یه چند تا از بچه‌هاتون رو بیان. گفتن اسم ما هم بگید. حالا بذار ببینم. بگو عزیزم. یکیشون متین شعبانی، ابوالفضل یاشار. کلاس ششم دبستان. مدرسه شهید حسن برجسته. کرج. بله. درست. خب ما از همینجا به همه بچه‌هایی که برنامه ما رو نگاه می‌کنن سلام میگیم و خیلی ممنون. خب شعر هم بلدی بخونی برام؟ شعر؟ شعر کتاب تو. با خواهرم میخونم. نه اون شعر کودکانه که مال خودش. یه شعر مثلا مدرسه رو بلدی چیز بخونی؟ خونه مادر بزرگر میشه بخونم. نه اونا رو بعدا میخونیم. میخوام شعر حفظ کردی تو مدرسه یا نه؟ از کتابات حفظ کردم ولی الان نمیدونم چرا به ذهنم نمیاد. باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میزند بر بام خانه. یه فشاری بیا. یه فشار. با خواهرش یه چیز کردم میخوام باش. حالا برای یسنا دست بزنین. یه لبخند بزن واسه ما. آها. یه سلام بگو به همه. سلام. حال شما خوبه؟ بله. چند سالته؟ خودتو معرفی کن. 5 ساله. اسمت چیه؟ واسه ما بگو. یسنا. فامیلی چیه؟ سلمانی. خیر. الان فکر کنم یه ذره هول کردی. آره میخوای شعر برام بخونی؟ یه ذره یخت باز شه. بله. خب با دانیال بیاین وسط بیستی لطفا هر دو نفر براشون دست بزنیم بخونید. یه ذره بیاین وسط وسط بیستید وسط وسط. آها بیا 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 نترس بیا جلو بیا جلو. عالیه همینجا بخونید برام. من توی خونه یه باغچه دارم، گلهایم را دو سه این چار تا شد، حالا از در گل یه گنچه باشد. این گل شرخ است مال بابا جان، این گل سفید برای مامان. گل برادرم زرد رنگ شد، گل زرد نه گل صورتی من قرمز دوست داره. خب خودش بلده. خب بیستی پیش مامانتون. بابات هم یه جوری تعجب میکرد که من اولین بار این شعر میشتم. بابات هم همجوری تعجب میکرد. هر دوتا من داشتیم نگاه میکرم یسته چقدر قشنگ میخونه. بابام بخونم. بله حتما. آفرین. شب که میشه ستاره ها راهی آسمون میشم، دور و بر ما میشینم، هم دل و هم زبون میشم. شبها بیاین کنار هم به آسمون نگاه کنید، ستاره ها را ببینید، با هم دیگه دعا کنید، به یاد بیارین که خدا مادم ها را فرید. ماه قشنگ نقره ای ستاره ها را فرید، بیاییم با هم بگیم خدا، خدای خوب و مهربون، هر کسی که به یادت آرزوهاش برسون. آفرین.
خب ما متوجه شدیم که بابا با شما شعر نمیخونه، چون فقط آخرش رو بلد بود به آرزوهاش برسونم. دیگه رو بلد نیستم، دقت میکردم. با بابا بازی هم میکنی؟ ما؟ آره. چه بازی؟ بازی نشستنی و فکری. دیگه چی؟ چیزایی که زیاد خسته نمیکنه و جنب جوش نمیکنه. چرا؟ چرا؟ بله دیگه، بابای من هم اون داستان تالار هم که شنیدید دیگه. آفرین. زود خسته میشه نه؟ بله. ما الان میخوایم یه بازی باش انجام بدیم، بذار خستش کنیم. آها خوبه. بله. موافقی اسنا؟ آره. یه بازی بامزه که یه بار با شما بازی میکنه، یه بارم با یسنا بازی میکنه. خوبه؟ بله. بچه بیارید اون وسایل رو. این خدمت شما باشه. به به، ببین چی آوردیم. با یسنا حالا بازی کن. خب. بیا اینجا. بیا. دانیل بیا اینجا. از این خط تا اون خط. درست. بعد مسابقه بدین. تو بشینید. بلدی دیگه؟ بله. خب. به باید یاد بده. و اینکه برید و برگرد ببینید کدومتون برنده میشید. تو واسه اینجا بعدا با بابا بازی کن. اینجا بابا. آره. تو بابا بازی کن. بابا. آره دیگه بشین، بعد بشین. الان دانیال نشون بده چجوری بازی. آها. آها. خب وایسا 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 وایسا. ما میشوریم بعدا بازی شو. ببین میای تا لب این پله دوباره برمیگردی. هر کدومتون زودتر تونستید برسید، بعد ان شاءالله جایزه داره. آی بازی جایزه دوست داری؟ جایزه باش. خب آماده ایم؟ میشماریم. بودا داوود تو میتونی. آفرین. خب آفرین. معلومه داوود جایزه دوست داره ها، برای جایزه زد بچه رو انحراف به چپ. خب حالا یه استاتو برو بابا بازی کن. بیا قرمز بده به این. خب تو زندگی از این بازی ها نکرده بودی مطمئن رو درسته؟ آماده این؟ بزرگی واسه شما. آماده این؟ میشماریم. آفرین هستا، دور بزن، دور بزن. نخوری زمین. آفرین. خیلی، تو پالم بیاریم با خودتون، تو پالم بیاریم. قشنگ خوب واسه شون دست بزنید، حسابی دیگه. آقا داوود الان یه هفته باید بره استعلاجی، یه هفته باید بره استعلاجی دیگه اصلا چه شود. خوب بود بازی؟ یاسا میکروفون تو بردار. بیا مامان. خوب بود بازی؟ بله. از این بازی کرده بابا با شما تا حالا یا نه؟ بله. آره قبلا هم بازی کرده؟ بله. تو بازی کرده منظورش تو. مثلا این بازی نه با تو. باش. آ راست میگی، سری بله. بازی کرد. خب. بیننده برنامه کودکشا هستید، خانواده سلمانی. ما میخوام بریم اتاق بازی. با بابا میری یا با مامان؟ با بابا. با بابا و دانیال برو. باشه. یه بخشی رو میبینیم و برمیگردیم. نازنینم برم جان؟ با نازنینم برم. نازنینم با خودت ببر. خوبه؟ ولی خودت باید بازی کنی، هیچ کس نمیتونه بهت کمک. میشه من اینجا مادرم همراهی کنم؟ بله شما اینجا بمونید. پس قرار شد نازنین و یسنا و پدر برن. یه بخشی ببینیم و برگردیم. خب یسنا و پدر و نازنین رفتن به اتاق بازی. دانیال همراه مادر اینجا هستن. قراره که این مسابقه رو، این مسابقه شماست. بله. بعدم پدر برخوش مسابقه مستقل داره که اتاق بازی بزرگتر است و سعی کنید که با مشورت هم دیگه ماشاءالله همه فامیلا هم که اومدن بله. بتونید ستاره طلایی بگیرید، دیوار جایزه هم بتونید استفاده کنید. آماده اید؟ بله. سوال ببینیم. یسنا در سرویس ثانیه چند پازل را به همراهی دوستش نازنین پیدا کرد و در جای مناسب خود قرار میدهد. هیچی یک دو سه پازله، باید بگرد یه جای پیداش بکنه و در جای مناسب خودشون قرار بده. 120 ثانیه هم فرصت داره. شکلش هم هست روبروش که مثلا نگاه کنم. نمیدونم من هم مثل شما اصلا، چون تکراری ما نداریم، یعنی بازی تکراری نداریم، اولین باره ما مواجه میشیم با به نظرم سه تا.
به نظر شما سه تا. یسنا چون که بچه پرتحرکیه، چون با نازنین گفتید دیگه. بله بله نازنین هم میتونه راهنمایی کنه. بله میتونه. بله. زمستان دیگه به همراهی دوستش پیدا بله. کرده و در جای مناسب. اگه تصویر باشه سه تا، اگه نباشه یکی. خب بس باید یه رو دارن انتخاب کنه. به نظر نه یکی نه سه تا. دو تا همجور علکی شانسی من این همه تعریف کردم گفتم با سر کن ستاره تلایی خواهر من خیلی پرتحرکه به نظر خب بر اساس توانه خواهرت به ما جواب بده نه این پازله اگه شکلش نباشه نه دیگه باید بگرده پیدا کنم باید بگرده پیدا کنم توی سخر توپه باید بره اونجا مثلا بگرده و احتمالا جاهای مختلفه یه دونه دو تا و سه تا بیشتر نیست حالا چون دانیال میگه سه تا ممکنه جای سختی باشه دانیال دو تا بالاخره همون دو تا بعد دو تا خیرشو ببینی ها دو تا خیرشو خب بعد از شماره شما گزینه‌تون رو انتخاب کنید و زنگ رو به صدا در بیارید 3 2 1 گزینه شماره 3 یعنی مادر معتقدن که یسنا با نازنین در سرویستانی دو تاشون رو پیدا میکنن و در جای مناسب خودشون قرار میدن بریم به اتاق بازی بچه‌ها درو باز کنیم با شمارش مرسی از شما بابا نازنین و یسنا اینا رو برمیداری خب قرار پیدا کنن اینا تو شکل داره خب شکلی که جاش هم اونجا هست یسنا جو نگاه کن شکلا رو که از نازنین گرفتی خب میاری آره مثلا یکیش اسبه یکیش حلزونه یکیش اردکی میذاری توی اینا باشه دخترم آفرین نه سب نازنین شما شروع کن آفرین بذار نازنین باز کنه بارک امو باز کن محکم از همین لحظه سرویستانی آغاز شد آفرین دختر خوب شکر بردار آفرین این نیست اون شکر نازنین هم تشکیل کنیم دیگه نازنین برزن اونجوری نه برزن برز این شکر سی بردار کامل شد اونانم بردار همه شکل رو برداشتی خب ببر بچیم قراره که بگردم پیدا کنم اون حل از اونه برو بعدی نازنین زهره آفرین یسنا بذار تونتون بذار بابایی باری کل دختر خود بریز خب این که نبود بیا 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 نازنین بذاره سخته ها نیستش ببین دیگه نه دیگه آها اینه بیا بودو 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 باری کلا نیمی از زمان سپری شد بودو منم یسته چی کار کرد یسته چی چی دیگه بابا نه درسته برعکس آفرین نه اینو برعکس برعکس چی آره آفرین برعکس با حتما نمیخوره با اون شخص درست شد بچه ها بودو آفرین بله داوود رو تشکیل کنیم آفرین بله آفرین فقط 25 ثانیه زمان باقی خوبه یسنا درسته برو بودو 15 ثانیه نه نازنین داره یسنا دارم 10 ثانیه برعکسش کنیم دیگه این را دیم شیش، پنج، چهار، سه، دو، یه ستاره طلایی ستاره طلایی دلارم بیستید همون دوتا خیرشو بردی یا نه؟ بله خب بازی رو بلدید دیگه از بین عدد 1 تا 7 باید یه عدد رو انتخاب بکنید چون مسابقه شما هست دیگه از آقای سلمانی و یسنا نمیپرسیم بله چون که دانیال گفت دانیال انتخاب کنیم عدد چیه؟ اینجا 2 رو بردیم الان هم 2 رو میگن اینا منطقی بود 3 2 1 20,000 تومان یه لحظه رفت روی 1,000,000 تومانه برگشت بیرون خب اشکال ندار 20,000 تومان هم برنده شدید مبارکتون باشه یک ستاره طلایی گرفتن برای رای دادن به خانواده سلمانی روبیکار در تلفن همراهتون نصب بفرمایید کودک شده انتخاب کنید و به این خانواده محترم رای بدید بخش بعدی
بزرگ شدم نمیتونم دیگه بیا شرکت کننده باشم، اومدم با یسنا جون بازی کنم. میرم خونهشون، اسباب بازیاشو به من میده، خاله بازیام بیشتر دوست داره. خودمم هر چی یسنا دوست داشته باشه منم همونو دوست دارم. مثلا من مامان میشم، یسنا بچه‌م میشه، میریم خرید با هم دیگه. دانیال سلمانی و خانم سلمانی مهمان ما هستن در استودیو، در استودیو مجاور داوود سلمانی. ببینیمش قرار بازی انجام بده. یه دست تکون بده واسه فامیلات. آها، خسته نباشی. مرسی، ممنون آقای بازاری. خب ببین 15 ثانیه فرصت داری. بله. سه بار تلاش بکنی تعادل دو توپ رو انجام بدی. اون نشانگری که جلوت هست می‌بینی؟ بله بله. آره، این توپا قراری که بین این دوتا بمونه، چند ثانیه بعد نگرش داری. فقط نیاز به تمرکز داره و اینکه بعد سعی بکنی کارو انجام بدی. ستاره طلایی دیگه. تو الان 20000 تومان برنده شدین. بله. ان شاء الله 1 میلیون تومان ببری. کلی از فامیلات اینجا می‌خوایم که تشویقت بکنیم. تشویق خوب و باحال، تشویق ایسلندی می‌خوایم بکنیم. خوبه؟ آماده این؟ دستام بالا. اینم تشریف برای شما. آماده ای؟ ممنونم، سلامت باشید. بله بله. همسرتونم میخوان یه چیزی بهتون بگن، یه مهربانی میخوان شما بکنن. عزیزم خیلی دوست دارم، ان شاءالله موفق باشی. مرسی عزیزم. امروز اصلا زندگیش عوض میشه، منقلب شد الان. اصلا کلا یه آدم دیگه ایشه. بگو عزیزم. حتما بابا جون، تو همیشه تو همه کار موفق بودی و میدونم الانم موفق میشی، ولی اگه نبودی هم اشکال نداره. قربونت برم. مرسی. میخوای ستاره طلایی بهت بدیم با این؟ به امید خدا انجام میدم، میگیریم ان شاء الله. میشماریم. شد دیگه. حالا متوجه شدید که انرژی مثبت چه کار با آدم میکنه. این بازی خیلی سختیه، خیلی از خانواده ها اومدن نتونستن انجام بدن، اما آقا داوود در کمتر از 10 ثانیه فکر میکنم موفق شد انجام بده. آفرین، ستاره طلایی تقدیمش رو میکنیم. کنار من بایستید، جایزتون رو با مشورت آقا داوود میتونید انتخاب بکنید. بپرسین ازش. داوود چون کدوم گزینه؟ هر کدوم صلاح خودته. بگو دیگه. گزینه دو رو انتخاب کن. دو رو انتخاب کن. دو رو گفته دانیال. دو رو گفته. سه رو بگید. نداره، بازم میتونید بگید. سه رو انتخاب کن. سه. نه بابا جون. سه میشه بگید. چرا نمیشه؟ اگه دوست داری سه رو بگید. سه. سه بده. ده هزار تومن برنده شدیم. حالا وایسید اینو حساب نمی کنیم. وایسید اینجا. ما میدونیم اگر دوی رو که دانیال انتخاب کرده بود چقدر میتونستیم برنده شدیم. خوبه؟ بشماریم. حرف دانیال رو میپذیرفتی 50,000 تومن برنده شده بودی. ولی خب جایزه شما 10,000 تومن. مبارکتون باشه. بریم بخش بعدی برنامه کودک شو همراه با خانواده سلمانی. بینندگان عزیز، دیدید شانسی نبود، من 10 بار دیگه هم این بازی انجام بدم بازم میتونم به خاطر یسنا جون. تر، رنگ و نقش فرش ایرانی منحصر به فرد است. هر چقدرم تو دنیا ازش کپی بزنن باز جنس ایرانی، طرح ایرانی کاملا مشخصه. یک هنر ایرانی، یک صنایع دستی مهم کشور ما که صادراتش در جهان هست و همش هنرمندان هست، یعنی از نخی که ریسیده میشه، رنگ میشه، نقشی که
نگاشته میشه، فرشی که بافته میشه و این میشه یک هنر کامل ایرانی. اما فرش فرهی اومده برای سلیقه های امروزی تر، برای جوان ها که دوست دارن طرحهای متنوع تر و مدرن تر داشته باشن، چون مدل خونه هم عوض شده دیگه، خیلی ها دوست دارن که خونه های مدرن داشته باشن اما نمیتونن فرش ایرانی نندازن، چیزی که متعلق به ماست و حتما بایستی زیر پای خانوادهمون باشه. تصمیم گرفتن که با استادکاران با تجربه و تحصیل کردگان این رشته نقوش فرش ایرانی رو تغییر بدن. ضمن اینکه با هم گفتیم پرز نمیده، نشان سیب سلامت داره، از اداره استاندارد انیستیتو پاستور بچه ها به راحتی میتونن روش بازی بکنن، مادرها و پدرها میتونن با خیال راحت بدون اینکه پرزی رو در هوا بخواد انتشار بده میتونن با خیال راحت و بدون حساسیت بچه‌هاشون روی فرش ایرانی بازی کنن. یه ویژگی دیگه هم داره که از سال 97 تا به امروز که با شما صحبت میکنم هیچ افزایش قیمتی نداشته. پس اگر وقت نکرد در سال گذشته فرشتون رو عوض بکنید، همین الان بهترین انتخاب آقای فرش با بیش از 80 شعبه همراه با فرش فرهی است که امیدوارم همین الان این کار انجام بدید. تو وبسایتش میتونید برید، به شکل حضوری و غیر حضوری هم میتونید سفارش بدید. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، مهمان منزل شما همراه با خانواده سلمانی. رسیدیم به بخش دوبله شو، جایی که قراره تواناییاتون رو اثبات بکنیم. درسته؟ بله. سخت بود؟ خیلی. خیلی سخت بود. بود ولی خدا رو شکر. خدا رو شکر چی؟ آخرش اجرا نکردی که؟ نه آخرش خوب. آخرش یعنی بله با رضایت جواب بود. خودمون ولی ازش خوب متنش خیلی سخت بود پیدا کنیم. متنش کی نوشته بود؟ متنش رو خواهر عزیزم، بعد خود خانومم، با هم دیگه هم فکری کردم. باز اینا عزیزم هیچ مشارکتی تو کارهای خونه نداری؟ نه اصلا بچه‌ها مثلا شعر میخونن، تو همینجوری با میسی نگاه میکنی. باز خیلی صبوره، آرومه. آره اصلا رفتی ببین، نه مثلا اومدی توی برنامه خودت هم یه دو تا دست به متن بزن، یه ذره اون چیزایی که میخوای خواهرت بعد بنویسه، خانومت بعد بنویسه، خودت چی پس؟ بعد ایشون زحمتش رو بازناق عزیزم هم دیگه بدتر، یعنی بازناق باشم تا مثلا اومده کمک کرده. نه آخه باز قد دوست داشتن بیش از اندازه است. احتمالاً سه چهار نفری نشسته بودن سر متن رو هی نگاه میکردن مینوشتن، شما هم دراز کشته بودی و میخندیدی. من آقای بازقی اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم دیگه، کار آخر من. شما کارت این بوده ترکیب؟ کار آخرشو خواهش برم کرد. آماده این؟ به امید خدا بریم دوبله رو شروع کنیم. میشماریم. نه این بابا ببرمیم. گنج واقعی تو متن شما در واقع بچه شدن. بله، هیچ سرمایه بهتر از داشتن فرزند صالح نیست، این شعار نیست واقعا. برای اینکه آدم بتونه بچه‌هاشو خوب تربیت بکنه از همه چی مهمتره. ترکیبی رو تو زدی آخرش، نه؟ ترکیبیش چی بود؟ دو تا سه تا صدا و درست میگم اینا همه رو با هم ترکیبی زدیم. آقای بازقی اینجا جا داره از یه نفرم تشکر کنم. آیش. خیلی در من کمک کرد. نه نه حالا لحاظ دیگه من مثلا انرژی مثبت داد، خیلی به من کمک کرد. پسرعموی عزیزم همون علی آقای گل دیگه. بله بله خیلی خوش. 30000 تومان هم جایزه برد. خیلی الان مثلا ما از وقتی ثبت نام کردیم تو الان کلا مشوق ما ایشون بوده، بعد ما رو تشویق می‌کردن رو به جلو. شما هم مشوق چیز دیگه باشین ان شاء الله. با امید خدا. من مجرد ها میدونم. با امید خدا، با امید خدا. خیر. مردم عزیز ایران و دوربین شما میتونید ازشون خواهش کنید به شما رأی. بینندگان عزیز اگه از دوبله ما اجرای ما خوشتون اومده لطفاً رأی بدید، خیلی خوشحال میشیم. ممنون. بسیار عالی. با زبون دوبله میشه بگم آقای بازی. با زبونی که با دوبله صحبت کردم. بله اصالتاً اهل کجایین شما؟ ما هشرودی هستیم. هشرود. بله بله. بسیار. بفهمید. ما یه مهمانی هم داشتیم هشرودی بودن که کلی هم راجعش صحبت. فصل گذشته بود. بله. میتونید صحبت کنید بفهمید. مردم عزیز ایران بی زحمت به ما رأی بدید. دشواری هم که نداره که یک کلیک بزنید به ما رأی بدید. دمتون گرم. اینکه با لهجهشون صحبت کردید. میگم با لهجه صحبت کنید، به زبان خودتون هم بگید. عزیز هموطنان درخواست دارم اگه بزنین برنامه‌تون خوشوز گلپتی، یسنام برنامه‌تون خوشوز گلپ بزن رأی بدید. هموزون الوزا نفرم. دو تا لحنشو دیدین چقدر متفاوت بود؟ نه؟ دو تا لحنشو دیدین چقدر خودتون دیدین چقدر
اونجا یه جور دیگه گفت، بعد اینجا خیلی مهربون گفت و من یه بچه خیلی مهربون که اگه برنامه یسنا رو دیدین از ما خوشتون اومد به ما رای بدید. خب خوندنم بلدی؟ بله. از اونایی هستی که زیر دوش میخونی معمولا؟ هم زیر دوش هم بیرون از دوش. ولی آبو ببند دقل مثلا درسته؟ آقای بازقیه فقط بیزمت من اینجا میخواستم از مادرم تشکر بله کنم. بله حتما کار بکنم. چون ایشونو واسه من انتخاب کردن یعنی بهترین هدیه من تو زندگی. بله چه جمله ای بفهمی. پیش ما هم بریم؟ بله حتما. با اجازه های. الان منقلب شدی؟ نه راستش رو بگیم یه جوری رفتی که من فکرم منقلب شدی الان یه ذره. من خیلی پدر مادرم خیلی دوست دارم، خانوادم خیلی دوست دارم. خیلی مهربونم. بله آفرین. یه آوازی هم هست میخواستم برای ایشون و خانومم بخونم. مادرم و خانومم. بله مادر یا خانوم؟ مادر و خانوم. میشه خون بازه آره. مادر که بقول معروف. نه جملت یه جوری که میشه. تازه سر ماست دیگه. ببخشید. بیا وسط بیس لطفا. وسط بیس. آها. فقط دست دیگه. نه دست که اصلا من تو لب بازگنم دست میزنم. سلامت باش. Geceleri uyandasan görürüm ki yanımdasan hansı düzdü hansı yalan ölürüm senin için ölürüm senin için ölürüm senin için ölürüm senin için bir defa bana bak yüreğim yandı ah bu ne belaydı ne sevdayım düştüm ay Allah bir defa bana bak yüreğim yandı ah bu ne belaydı ne sevdayım düştüm ay Allah bak bak bir mene bak ölürüm senin için yanıram senin için yandı bu dil yandı dudak ölürüm senin için yanıram senin için bak bak bir mene bak ölürüm senin için yanıram senin için yandı bu dil yandı dudak ölürüm senin için yanıram senin için. Devam. من که متوجه نشدم ولی به نظرم میرسید که این شعر ولی یه نفر گفته شده. حالا کلکش چی بود؟ همه رو دوبار تکرار کرد. وای لا لا بعد دوباره برای این وقت برای این وقت تکرار همه رو دوبار تکرار کرد. اینو دیگه فهمیدم درسته؟ ولی تو شعر اصلی احتمالا داری یه نفر همینجی گفته شده. حالا بازم دمت کرد. خب افتخارش رو دست بزنیم. ببخشید رو ببینیم همراه با خانواده سلمانی در خدمت شما هست. ستاره طلایی و خانواده سلمانی آفرین. برنامه‌تون رو خوب شروع کردید. دو تا ستاره اول رو گرفتید، دوبله قابل قبول و خوبی هم داشتید. شما هم ترکیبی زده بودید و بعد ارزم به حضور شما. الان ببینیم چند مرده علاجی 14 سال پیش ازدواج کردید. قراره که یه سری خاطرات رو مرور بکنیم، لحظات شیرین، لحظات تلخ، ویژگی‌های فردیتون، علایقتون، چیزهایی که دوست دارید، چیزهایی که عصبانیتون میکنه، اینا رو بپرسیم در قالب 7 سوال. حالا هر کدومش رسیدیم به 4 تاش درست جواب بدید یه ستاره طلایی دیگه تا میشه عاشق جایزه. درسته؟ بفهمید بشین. ان شاءالله قسمت شما هم بشه. خیلی تشویق میکنین. اما سوال اول یکم راحت چه سوال آسون بپرسم چشم. خانواده آقای سلمانی چند نفرن؟ واقعا؟ نه الان من نپرسم. نه دیگه اینقدر راحت هم نپرسی. خب چند نفرن؟ کلا؟ آره پنج نفرن. سه تا خواهر برادرن. شما بچه اولی درسته؟ بچه بعدی؟ برادرم. برادرتون هستن. 14 سال هم هست که شما عروسشونه دیگه درسته؟ هر دو نفر اختلاف سنی دقیق آقا داوود با برادر کوچیکشو بنویسید. دقیقا
اشکالی داره. من با اکسید نوشتم. چی نوشتید؟ بعد با اکسید نوشتم. نه شما نوشتید یک و نیم سال. بله. یعنی یک سال نیم سال میشه چند ماه؟ میشه شیش ماه. یعنی یک سال و شیش ماه. درسته؟ بله. ولی خب برادرشون دقیق نوشتن یک سال و پنج ماه. نه هم یک و نیم. من منظورم همون بود. نه دیگه میشه یک و نیم سال میشه ما شش ماه هست دیگه. پنج ماه که نمیشه که. باور کن همون یک و نیم سال دیگه. ولی خب چیزی که ما نمیدونیم. چون میدونم همون یک و نیم ساله. نه اشکال نداره. نه اشکال نداره. علیکم. ان شاء الله سوالا داریم. 6 تا سوال دیگه هم مونده. درست میگم دانشجوی عزیز. منظورم همون. یک سال و پنج ماه با یک و نیم سال فرق نمیکنه. یه ماه فرق. سوال دوم. خاطره زیاد دارید با هم ها؟ خاطره خوب، آره؟ درسته؟ بکنم میخواییم ستاره رو از ما بگیرم. من چیکار رو من سواله رو بقیم میپرسم. شما جواباشو باید برید. محل وقوع بهترین خاطره زندگیتون کجا بوده؟ جاشو بهترین خاطره زندگیتون کجا یادتونه؟ که اتفاق افتاده؟ بگیم بلند بلند فکر نکردیم به هم برسونیم. باست شده نبه خدا نوشتن در منزل خودمون بهترین خاطرات زندگیشون رقم خورده. اما اما خانومتون هم همینو نوشتن. بفرم دو پرسش، یکی درست یکی نادرست. سوال سوم، 14 سال پیش ازدواج کردید، بعد یه خونه گرفتید، همون سال خونه گرفتید، رفت خونه خودتون مستقل شد. چند سال شد؟ پیش پدر مادر بودیم. چند سال بعدش رفتیم خونه خودتون؟ نه دیگه همون ساختمون بودیم، یه ساختمون بود، ما طبقه بالا اونا پایین. به منظور اینکه خودی یه خونه مستقل داشتید. بله. خورد و خوراک و اینا منظور. خورد و خوراک من راجع به خونه صحبت می‌کنم. خونه تا همین چند سال پیش جدا نبودیم، نه با هم بودیم زندگی می‌کردیم. یعنی ساختمون مستقل نداره. اون یکیه ولی طبقه مثلا پدر مادر طبقه اون در خودش رو داره دیگه. بله در بله خودتون بله. منم میگم دیگه بحثی میکنی برای در من. خب بعد از اینکه ازدواج کردید، حالا همون خونه‌ای که میگی ساختمون یکی، خورد و خوراک خونه بابا اینا بودیم و فلان اینا رو بماند. به این سوال من توجه کنید، بعد از اینکه ازدواج کردید رفتید خونه خودتون، کدومتون اول سرما خوردید؟ کدوممون اول سرما خوردید؟ داوود جان آقا داوود نازک نارنجی هم هست، بعد ازدواج یه سرمایه ریزی خورده، درسته؟ خودش هم قبول داره نازک نارنجیه، سرما خورده. خونه پدر بزرگ مادر بزرگ بچه ها زیاد میرین؟ بله توی ساختمونیم دیگه. هنوزم توی ساختمونیم؟ بله. ما فکر کنیم فقط خورد و خوراک و اینا؟ نه بازم توی ساختمونیم؟ بله. خب میخوام بپرسیم بغیر از خونه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، یسنا جایی رو که انتخاب میکنه بخواد بره مهمونی کجا هست؟ بازار کار میکنی نه؟ تو بازاری؟ بله. یه فاکتورم میبنده نیما کنی؟ فاکتورم میبنده یعنی عادت کرده فاکتورم میبنده. آه درسته. درسته. خونه عمو حمید میشه بابای نازنین زهرا. بله بابای خونه نازنین. درسته. کم کم دارید به ستاره طلایی نزدیک میشید و جایزه‌ای که تو دوست داری بچه‌ام تو تا 1 میلیون تومان نبری دست از سر ما نمی‌کشی نه. خب سوال پنجم، ای وای چه سوالیه، چجوری بپرسم ازش؟ دارم فکر می‌کنم چه ادبیاتی استفاده کنم. آقا من اصلا همینجوری میگم، خجالت آورترین لحظه زندگیتون رو بنویسید. یعنی چی؟ زندگی مشترکتون دیگه. اصلا هم دیگه خجالت نه نه اصلا خجالت یه جایی اصلا خیلی خجالت کشتی کجا بود؟ آها
آقا فاکتور رو بس بازم باز ببین فاکتور رو بس فاکتور رو با یه حرکت میبنده نوشته نداشتیم چرا دیگه یه لحظه اینجا ولی خانومشون خجالت آورترینشون شرکت یه لحظه خجالت کشیدیم یعنی ما هم بدی؟ نه منظورمون نبود یعنی اینجا خجالت کشیدم اینجا خجالت کشیدم منظورمون بود آقای سلمانی اصلا نه یه لحظه اصلا اولش. خجالت نکشیده خودش گفته اصلا مهم نیست کودک شده نه آقا شوخی بزن سوال ششم چند تا درست جواب دادیم؟ بکنم چهار تا نه سه تا ششم و هفتم مونده اگر یه دونه فرصت اشتباه داره دیگه شماره سه رقمی دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا نیروی انتظامی چقدر سخت بود فاکتور میبنده ها فاکتور رو باز میبنده الان برش کنیم زده نمیدونم میدونی چنده همه با هم بگین یاد گرفتی خانومش هم میگن نمیدونم ولی 197 میتونید اگر تخلفی دیدید زنگ بزنید بهشون بگید و اونا پیگیری میکنن به شما زنگ میزنن سوال هفتم بپرس الان با مادر سینا زندگی میکنی؟ توی ساختمون توی ساختمون توی ساختمون خورد و خوراک چطوره؟ جدا خورد و خوراک چطوره؟ خدا رو شکر الان مستقل شده خورد و خوراک؟ بله بله 6 سال اول نبود نه؟ حدودم حدودم تا دانیال به دنیا بیاد با هم بودیم بعد از دوست داشتن زیادی آقای بازاری ما میخوام بپرسیم ماشین دارید دیگه وسیله نقلیه دارید که کار کرده کیلومتر ماشینتون چقدر بنویسید؟ بایدم بودم بایدت بلند فکر نکن یادم نیست ماشینتون دمه دره؟ من میخرم از تو 13 تا کار کرده نه ادامهشو نمیدشم گفتم یادم نیست ادامهش میدم من ولی خودشو نوشتن 220,000 کیلومتر کار کرده بسیار عمال بیستیم لطفا چی شد؟ چیکار کردی؟ یه بار دیگه خوبه خب چه دست نمیدونیم برایشون و اما ستارتون چه رنگیه؟ قرمز میدونید چرا؟ برای اینکه ما یه بخش آموزشی داریم که معمولاً تلفن‌های ضروری رو سعی می‌کنیم برای خانواده‌ها یاداوری بکنیم اینکه شما نمی‌شید نمی‌دونم درسته ها یعنی جوابات جواب‌ها یکی است ولی چون شماره رو ما می‌خواستیم حداقل باید یه شماره‌ای می‌نوشتید 197 رو دیدید که همه دوستانم بلد بودن ولی شما ننوشتید اشکال نداره قرمز تقدیم شما مرسی قرمزم یسنه دوست داره بله قرمزم منم رنگ خوبیه اما باز هم 5 تا ستاره دیگه مونده 3 تا ستاره مردمی در طول هفته 24 ساعت از الان برنامه شما تا فردا شب که برنامه بعدی پخش بشه فرصت دارم به شما رأی بدن یه ستاره دیگه باقی مونده یه ستاره شانس هم دارید ستاره شانستون رو هم به این شکله که اگر بخواید انجام بدید یک زوج رو دعوت میکنید با شما یک مسابقه رو انجام میدن اگر برنده شدند اون زوج از دیوار جوایز شما استفاده میکنن اگر شما برنده شدید هم دیوار جوایز هم ستاره طلایی بهتون تقدیم میکنیم بریم فعلا بخش بعدی رو ببینیم چه خبر؟ خوبم خوبی؟ آرمیتا خانم خوبی؟ مرسی دوباره اومدی کودکشو؟ بله خوش کودکشو بود بهت نه؟ بله چقدر خوبی؟ 200 چرا خم میشی؟ خم میشم 200 خوبی؟ به خدا اگه 9 بخوابی از چشات داره میباره فکر دویی معلوم از این شبا ساعت چند میخوابی؟ زود زود ساعت چند مثلا؟ مثلا ساعت 9 باشه میخوابم 9 میخوابی و غذات هم میخوری؟ همه غذات میخوری؟ چند تا ستاره طلایی گرفتی؟ یادته؟ چند تا؟ دو تا ستاره طلایی گرفته بودی؟
آفرین، روز احوالت چطوره؟ خوبه. شغلت چیه؟ شغل نداری؟ بیکاری؟ آخ آخ آخ، دنبال کار میگردی؟ از اول خوب بودی یا تازه خوب شدی؟ الان که خوب نیستم، فردا خوب شده بودم. آه فردا خوب شده بودی، منطقی. ببینم به چه کاری دوست داری مجبورت نکنن؟ ببینم به چه کاری دوست داری مجبورت نکنن؟ زود بخوابن. بخوابن؟ اینو میخوای همش بیدار باشی؟ اصلا ساعت چند مجبورت میکنن بخوابی؟ ده. تو تا ده مجبورت میکنن؟ تو نه بخوابی که؟ آقا دوست دارم کودکشو ببین. اصلا به زور بگن این غذا رو بخور، به زور بگن برو بغل یکی دیگه، به زور بگن مثلا بخواب. از صبح میری تا شب مدرسه؟ یه هفته صبحی هم یه هفته صبحی. حالا اون هفته تنظیم کنید، اون هفته که صبحی بعد از ظهر ببین، اون هفته که بعد از ظهری صبح ببین. دو ستاره طلایی، یک ستاره قرمز و خانواده سلمانی در بخش پایانی. هفت پرسش پرسیدیم از یسنا، 60 ثانیه فرصت مشورت دارید با هم دیگه. عین همون جوابی که یسنا داده رو باید به ما جواب بدید. 4 تاشو درست جواب بدید. یای چه قشنگه. خوبه؟ آماده اید؟ بله. بریم ببینیم چه اتفاق میفته. به نظر یسنا یه مادر خوب باید چه کاری انجام بده؟ مهربون باشه. مشورت کنید، هنوز وقت دارید، 45 ثانیه وقت باقی مونده. ما پرسیدیم از نظر یسنا یه مادر خوب باید چه کاری انجام بده؟ یا بازی کنه با هم. خب مهربون باشه. خب قصه بگه. خب اینا رو میگه دیگه. حالا اگر جمع‌بندی بکنید به کدومش میرسید؟ قصه گفتم. قصه رو دوست داره. هر شب میگه قصه بگید به من بخوابم. حالا مادرش هم نگه من خودم حالا همون گوشی و نه الان راجع مادر خوب و راجع داغوت هم پرسیدیم. یا قصه یا مهربون، یکی شو بگفتیم. بازی. ببینید هر چیزی که شما بگید اگر یسنا اون رو گفته باشه میپذیریم. بفرض من توضیح بدم، مثلا شما میگید یه مادر خوب باید بازی بکنه، قصه بگه، مثلا کتاب بخونه. بعد فقط یسنا مثلا گفته که کتاب بخونه، بعد بگید نه ما هر تو هر ستاش گفتیم. همون کلمه‌ای رو که گفته باید به ما بگید. الان نظرتون چیه؟ یه مادر خوب باید چیکار کنه؟ مهربون باشه. مهربون باشه. جواب یسنا رو ببینیم. یه مادر خوب باید چه کاری انجام بده؟ مرغ بپزه. واقعا مرغ دوست داره. مرغ هیچ کاری خاصی نه قصه بگید نه چیزی، یه براش مرغ بپزید میشید مادر خوب. مرغ دوست داره. آره تازه همسر خوبم میشید. آقا داوود هم مرغ دوست داره. خب سوال دوم. یسنا دوست داره با کی بره مسافرت؟ قطعا با نازنین زهرا. با نازنین مطمئنم. نمیخوام مشورت کنم. پدر مادر میشه گفت؟ همه چی میشه خودمون؟ اصلا ما پرسیدیم یسنا دوست داری با کی بری مسافرت؟ نه احتمالا چون نازنین. با نازنین زهرا دخترم میشه. خیلی دوست. بریم ببینیم یعنی؟ بله. بریم ببینیم. دوست داری با کی بری مسافرت؟ نازنین. با نازنین دوست داره بره. نازنین شمایی؟ بله بابا برش دست بزنید. چه خانومی، خیلی خوش اومدی. ببین چقدر دوستت داره یسنا. شما هم دوستش داری؟ آفرین. خب سوال سوم بفرمایید دکتر. بزرگترین آرزوی یسنا چیه؟ کودکشو بیام. بیاد کودکشو. آرزوشون بود قبل از اینکه یه دونه چیزی میگفتم واسه مامان بابام گل بچینم. آره چیه؟ برای مامان بابام گل بچینم. همیشه میگه اینو خونه. بزرگترین آرزوش اینه که برای شما گل بچینه یا اینکه بیاد کودکشو. تو برنامه شما دیده بود همیشه میگفت تو سم واسه مامان بابام گل بچینم. خوشش اومده بود یا بچه گفته بود آرزوشو. ما راجع به آرزوش حرف زدیم. گفتیم بزرگترین آرزوی یسنا چیه؟ عروسک. کودکشو یا گلچیدن دیگه زمان تو داره. یا کودکشو رو میگه یا همون واسه مامان بابا. یکیشو بخواد نظر من میگه برای مامان بابام گل گل بچینه. کودکشو.
بزرگترین آرزوی یسنا اینه که برای پدر مادرش گل بچینه. ببینیم جوابشو. ببینیم. ببین. ببینیم. بزرگترین آرزو چیه؟ یسنا گل بچینم، گل رو بخرم، بذارم گل رو تو گل. خیر، سوال بعدی رو ببینیم، بعد ببینیم که در نهایت اینو پذیرفتن از شما یا خیر. سوال بعدی، یسنا دوست داره مسافرت کجا بره؟ یا مشهد یا کربلا. شمالم میگه کربلا. کربلا رو مشهد میگه، اشتباه میگه. مشهد. مشهد. بله. مشهد دوست داره. شما جوانای شناخت شما شما دوست داری بری شما و یا شما یا مشهد، یکی از ایناست، چون که عمش گفت ابنه. الان دوست داری بگی مشهد شما جوابش چیه؟ یا کربلا یا زیارت. نه، یکی از ایناست. مشهد. مشهد یا شما. مشهد. مشهد یا شما. نه، یکیشو بگین دیگه. عمش هم گفت مشهد، همون مشهد. بریم جوابشو ببینیم. شما دوست داری مسافرت کجا بری؟ خونه خدا. میخواد بره مکه. بره خونه خدا. سوال بعدی رو ببینیم. یسنا اگه خودش یه نینی داشت اسمش رو چی میذاشت؟ اسم کارتوناشو میگه، سوفیا میگه. از نازنین بپرسیم، نازنین چی میذاشت با هم بازی میکنید اگه نینی داشت؟ سوفیا چی میذاشت؟ نازنین زهرا سوفیا میگه. کمک کن. هایدی هم میگه. هایدی. اگه میکروفون دارم میکروفون رو بهشون بدین. هایدی سوفیا. با. بودو سری کمک. هایدی. 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 بریم ببینیم خودش با کمک نازنین ببینیم دوست داشت اسم نینیشو چی بذاره. اگه خودت نینی داشتی اسمشو چی میذاشتی؟ بگو دیگه. سوفیا. سوفیا میذاشتم. سوفیا میذاشتم. خب چند تا سوال مونده؟ نمیدونم. دو تا سوال مونده. جفتشو باید درست جواب بدین. 6 و 7. نه اون یه سوال قبول نشد. گلو قبول کردن از شما. مرسی. گلو پذیرفتن با کمی ارفاق و اینکه 6 و 7 رو باید درست جواب بدید. آماده اید؟ سوال 6 یسنا دوست داره یه مغازه بزرگ چی داشته باشه؟ میدونم. لباس عروس. لباس عروس. خودش هم بپوشه. همیشه میگه. خودش هم بپوشه. براش خریدین لباس عروس؟ جواب خودش رو ببینیم و بشنویم. دوست داری یه مغازه بزرگ داشته باشی؟ بله. مغازه چی؟ لباس عروس خودم. همیشه میگه. درست کن. اما سوال هفتم سوال سرنوشت ساز این بخش هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا ستاره طلاییتون میشه قرمز، فرق نمی‌کنه. ولی حالا چه بهتر که بتونید ستاره طلایی بگیرید. سوال هفتم رو ببینیم. آخ 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 آخ. اینو خودت بگو. همش از اولش منتظر بودی. به نظر یسنا یه بابای خوب چه بابایی و باید چیکار کنه؟ مامان که باید مرغ بپزه. حالا باید ببینیم داوود باید چیکار کنه. به نظر من میگه با من بازی کنه یا مثلا واسه من قصه بخونه. یا که میاد اون وسط خراب میشه. آره. یا بازی یا منو ببره پارک، یکی از اینا. ببره پارک انتخاب کن، یکی از اینا. یا پارک یا بازی یا قصه. قصه نه، این دو بازی یا پارک. جواب فرصت دارید. راهنمایی نمیکنی شما؟ من نمیدونم، من سوالاتو نمیدونم چون اون روزی که ضبط کردم من نبودم. یه با من بازی کن. بازی یا پارک ببر. بازی. حالا بازی. بازی کنه. پارک. جواب چی شد به من؟ بیاد با من بازی کنه. یه بابای خوب از نظر یسنا بابایی که بیاد با بچه بازی بکنه، با یسنا بازی بکنه. خب جواب یسنا یه مقدار طولانی است، تا انتهاش صبر کنید، تحمل کنید، ببینیم چی گفته. یه بابای خوب چه باباییه؟ باید چی کار کنه؟ وقتی من تشنم میشه برم آب بده. وای تشنم شد به من آب بده. والا به خدا خوبه. یه مامان مرغ بپزه میشه مامان خوب، بابا میریم آب بده دست دادن میشه بابای خوب. خیلی خوبه الان بچه ها اینقدر توقعشون پایین باشه
فقط ما راضییم. فقط الان به هر بچه میگه تبلت، اسکوتر، فلان، نمیدونم. نه دختر هزار تا داستان دارن. خیلی. قرمز. نشد که بشه. و اینکه ستاره شانس داریم. فکراتون رو بکنید، ما یه بخشی میبینیم. اگر که پذیرفتید بازی رو ادامه میدیم، اگر که نپذیرفتید بچه‌ها رو دعوت میکنم، خداحافظی میکنم. یه بخشی رو میبینیم و بعد. پشت صحنه ما می‌خواستیم خداحافظی رو بگیریم، بعد دانیال اومد و با پدر و مادر صحبت کرد و متقاعدشون کرد که این بازی رو انجام بدن. آفرین دانیال، مرسی از شجاعتت، ایشالله که یه بازی خوب بشه. حالا ستارهش مهم نیست، مهم اینه که شما این جسارت رو انجام دادید. کیا دوستان باشون بازی کنن، دستشون بیارن بالا. شما یک زوج جوان تشریف بیارید، براشون دست بزنید. با اینجا میرسن براشون دست بزنید دیگه. بله بفرمایید بیست جای من. حال شما خوبه؟ من دست میدم با تو سرما خوردم، ببخشید. بیستید میکروفونا رو بردارید لطفا، خودتون معرفی کنید. کیوان کشتفشان هستم، 27 ساله از کرج. از همشهری هم هستین ها؟ به به، آفرین. بهت فاطمه نخستین هستم، 27 ساله از کرج. بسیار عمال، باید خیلی با دقت جواب بدید. یه بازی ساده است. قراره که مثلا من توضیح بازی اینه. دانیال گوش کن، با بچه کلاس هم میتونی بازی کنی. مثلا من میگم محمد، دال اسم بعدی رو شما باید بگید، بعد همینجور اسما رو باید بگید، مکس بکنید باختی. هر چهار تا این چهار تا فرصت هست. اینجوری نیست که مثلا خانواده شما به بازی دیگه تمام شده. نه دیگه. شما شماره یک هستید، شما شماره دو، شما شماره سه و شماره چهار. پس من از این ور شروع کنم، به شما برسیم. ما از اسم یسنا شروع میکنیم. نه دیگه الان تموم شد وقتتون. یسنا الف. خب ایشو عدیش میده با من بگم. الان هول شدیم. خب دیگه نگفتم. الان هول شدم. باشه بزن از من. آقا یه ارفاقی بشون بگم. شما باشه. من باز برنده بشن، انگار ما برنده بشن. بابا. آفرین به این معرفته. ما از شما شروع کنیم. خوبه؟ دانیال. نه. نه. خرابش نکنید. شما گفتید. یکی ایشون میگن، بعد آخریش شما میگید، بعد آقا بچه‌ها گوش کنید، بعد شما میگید. یعنی اینجوری نیست که هر کسی به یک شکل شخصیت مستقله توی مسابقه. متوجه شدی چی میگم؟ یعنی اصلا اگر خانمتون برنده شدن میتونن جایزه رو شما ندن. چون ایشون برنده شدن، مال ایشون. و به همین ترتیب. همه اسپورت سوزون من سو بچه ها رو میخواستم بگم، خرابش کردیم. بگیم داوود. دانیال. لیلا. آرزو. تمام دیگه، اصلا فرصت نبود. شما تا بیاید فکر کنید. نه بابا چرا سخت بود. با و بچه، با و یه اسم بگیم. تمام شد. خب بیستید شما. آرزو درسته؟ آرزو. وحید. وحید. دانیال. دانیال یه بار درسا. گفتن بپذیرین. نه دیگه اینجور نمیشه. شما هم درسا. نه شما هم سوخت. آره دیگه اسمای تکراری نگفتید. دانیال نگفتید که گفتید داوود. نه آقای بازداری اولین باز شدید کنسل. آره من گفتم لیلی کنسل کردید. پس اشتباه از من بود. دوباره نه خودت گفتی دانیال. نه آره من گفتم داوود، گفتی دانیال دیگه. بعد خانم دوباره تکرار کرد. نمیپذیریم. الان دو تا خانم هست شدن چون هول کردن. دو تا آقایون موندن. هر دو از کرج. هم سن و سال. درسته؟ این چیه؟ الان نصف کرده جایزه رو ببر. نه میگم جایزه رو ببر. ما جایزه رو ببر. من میگم بودی جایزه رو نصف. نه بس چیزه. میلاد. دنیا. آهو. وحید. دانیال. دانیال دیگه تکراری رو دیگه. دانیال همه میگم. سخت بود بازی واقعا؟ نه راحت بود. آقا سخته این بازی بچه‌ها. یه فکرش خورده سخته تا بیای فکر کنی دوباره اسم چون تمام. خب بازی برای حضور ذهن خوبه، اگر مثلا دور هم جمع شدید با فامیلا سعی کنید این بازی رو انجام بدید. نه نیاز به دویدن داره، نه به سر صدا داره، هم یه چیزای مرور میشه. یک ستاره طلایی دیگه اضافه شد.
آفرین دانیا. مرسی دانیا. خودت هم بگو جایزه. جایزه مال توئه. بیا اونجا. نه همونجا بگو. بازم دو رو بگم. بازم دو رو بگو. بازم دو. پنج. 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 وایسی. وایسی. دو یا پنج. خودت هر چی دوست داری. پنج. مامان میگه پنج، بعد میگه خودت هر چی دوست داری. نه باباش گفت پنج. 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 میشماریم. چهل هزار تومان هم برنده شدید. آفرین بهت. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکریم. یه بخشی ببینیم و دعوت بکنیم از بچه ها تشریف بیارن، خداحافظی کنیم با خانواده سلمانی. سلامت باشید. یسا و دانیال همه ما ملحق شدن و با کلی ستاره و کلی جایزه برنامه‌تون رو به پایان رسوندیم. مرسی از این که متقاعد کردی پدر و مادر رو که این بازی رو انجام بدن. تو خونه هم میتونیم بازی رو انجام بدیم. بازی... بهترین جاش میدونی کجاست؟ بهترین جاش تو مسافرته. تو ماشین که نشستید بزنید که موزیکایی رو بذارید که مناسب سن بچه ها نیست، میتونید بازی رو انجام بدید. هم خوابتون نمیگیره، هم یه شادی داره برای خودتون. بعد میتونید بگید بم بنزین بعدی مثلا فلان چیزو بخرید، هر کی باخت و هر کی برد و یه بازی اینجوری بکنید که خستگی هم به تنتون نمونه. خوش گذشت دخترم بهت. بله. بله. تو دوست داری که کجا بری سفر؟ مشهد. مشهد. ارزونتر شد دیگه، به نفع شما شد دیگه. آره، یه ذره به نفع شما شد. انشالله که قسمت بشه خانه خدا هم حتما زیارت بکنید. بعد اونجا رفتی همون پژمانم دعا کن. باشه؟ مشهد هم رفتی من دعا کن. باشه؟ خیلی ممنونیم از شما. ممنونیم از شما که اینقدر انرژی دادید به شرکت کننده های ما. امیدوارم که براشون تبلیغ خوبی هم بکنید. 24 ساعت الان فرصت دارم بهشون رأی بدید، به دوستاتون بگید. روز جمعه که رأی باز شد بعد دیگه فرصت دارید حسابی تبلیغ کنید. هر خانواده که بیشترین 4 تا خانواده که بیشترین آرای مردمی رو توی روبیکا به دست بیاره و میتونی یه فرصت دیگه داشته باشه. دیگه 220,000 تا رو می‌کنی صفر. خوبه؟ خداحافظی میکنیم با دستای شما از خانواده سلمانی. خیلی ممنون. خداحافظ. ببرونم بخونم. ببرونم. خب به بچه ها اجبار نکنید کاری رو انجام بدن، اما خودتون مجبور باشید که تربیت صحیح و درست به بچه ها یاد بدید. تا فردا شب بدون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. شروع بکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه یا خود مجدگانی. خیلی سخت بود به اصطلاح ترکونیم که بچه بزرگ کردی به این جلسونیم. بده مجدگانی، بده 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 مجدگانی، نکن شک بزن فنبک، زندگیت رو بچینی بر اساس کودک. کودک درون بیا بیرون، کودک درون تو بذار بیاد بیرون. یکم هوا بخوره، حالا بگو هوا چطوره توی اتمسفر کودک. شو انرژی مفرد بوده بوده بوده. همه چی رو بلکن بیا تو کودک شو یه هیجانی، میدونی جایزه چیه یا بده مجدگانی. خیلی سخت بود به اسکلا ترکونیم که بچه بزرگ کردیم به این جنسوندیم. گیه اخمو خنده ناراحتی بده اخه اخه آخه اشتها رو میبنده. انشالله بلا به دوره نگیری نامپوره، هرچی داره برد و باختی آخه میدونی بازی دیگه. اعتماد به نفس باید بشه اعتماد به سخت، باید جایزه بگیری آخه میدونی که به سخت. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردیم به این جلسوندیم. خیلی سخت بود به اسکلات رکوندیم که بچه بزرگ کردیم به این جلسوندیم. خیلی سخت ترکون Jack, 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 Jack,